بعد از مدت ها اومدیم بیرون پیاده رویم. آره بهار شد بالاخره میتونیم پیاده رویم. کلی زمستون خونه بودیم. آره اگه من چی میرفت بیرون برای خرید اینا، اما من و بچه هش خونه بودم. یه چند باری رفتیم پیاده، اما بعدش دید زمستون اینقدر سرد شده، اینقدر باد و طوفان بود که نمیشد بری بیرون. قدرم سخته با بچه رفتم بیرون. آره خستولی باز گرمش بذاریم جز نمیداد، گریه میکرد، نمیدونست چیکار کنم. یک ساعت خستیم لباس بپوشیم شد که اینجوری اومدیم بیرون. جز گرمای بدن من گرم شد. آره خلاصه ما الان رسیدیم اول برسیم پدر و مادر شدیم. آره بزودی 5 ماه میشه که بچه به دنیا اومده. کم کم دمی یاد میگیریم به زندگی برگردیم. آره مخصوصا چند 3 ماه اول فکر کنم، یعنی یه روز اول که هیچی، 4 روز اول هم سخت بود، 3 ماه اول هم مثل برگذشت. آره اما 3 ماه بعد کم کم دیگه حس زندگی قبلی می اومد برا من. آره خلاصه که بچه داری خیلی کار سختیه. آره؟ آره 24 ساعت باید خدمت کنی یکی. آره دیگه عروسک هم نیست. آشنا بود. مال تاجیکستان ها؟ آره مال تاجیکستان، اینجا مغازه میوه فروشی داره. آره مجدی رو اینجا میوه میخره، فارسی حرف میزنه. آره پیاده روی من تا اینجاست که خریدمون رو بگیریم، خرید اینترنتی کردیم باید بگیریم. خلاصه ویدیو که از قبل تموم شد دیگه، ویدیو نداریم. آره دیگه ویدیو هم تموم شد دیگه، ویدیو به روز شد. آره الان هم ماه مارسه، هنوز هوا سرده، هنوز عید نشده. آره و چی بگیم ما راستش نمیدونم دیگه چی بزنیم تو کانالمون. آره فعلا همینجوری هرچی هست میخوایم بگیم، خبر بدیم به شما. الان بشینیم فکرشو بکنیم که ویدیو چی بذاریم. آره بچه داری چه حسی میده؟ بچه داری؟ پدر شدن چه حسی میده؟ نمیدونم، چیز خاصی نیست اصلا. واقعا درکشو کردی که پدر شدی یا نه؟ آره تقریبا. خوب میخوابی شما؟ نه زیاد. دیگه میخوابی؟ نه دخترمون اسمش هست میره، الان 5 ماهش شد تقریبا، به زودی 5 ماهش میشه. ما این مدت ویدیو نساختیم، ویدیو نگرفتیم، اصلا نگرفتیم. آره اصلا ویدیو ضبط نکردیم چون که خب ویدیو خیلی بود از قبل، خواستیم اونو تموم شه. اتفاق زیاد افتاد. آره دخترمون توی کشور دیگه بده یا اومده تو روسیه، نه تو ایران هم نه، کشور دیگه بود. کجا بود؟ جا کنار اقیانوس دیگه، میره به سانسکریت یعنی اقیانوس. برای همین هم اسمشو گذاشتیم میره. البته دلیل دیگه هم داشت. آره در واقع از نظر استرولوژی میخواستیم اسم انتخاب کنیم، همچون که من استرولوژی یاد میگیرم. آره خواستیم اسم بزنیم که به مسیر زندگیش بخوره. دقیقا خلاصه ما شما آخر ویدیویی که دیدین داشتیم تو شهر ما پیاده روی میکردیم، خونه تعمیر میکردیم و باد شدیدی میاد. بچه عادت نداره به هوای باز، به آفتاب. چمش خونه بودیم. آره. تو هوا خیلی گرم به دنیا آمده. 40 درجه بود اونجا. خلاص داشت اینو گفتم که آخرین ویدیویی که شما دیدین ما خونه تعمیر کردیم و شهرمون نشون دادیم و آخره حاملگی بود. دیگه ما رفتیم کشور دیگه. بچه به دنیا آمد و طبیعی به دنیا آمد و 1 ماهش که شد برگشتیم روسیه. آره. کل زمستون روسیه بودیم. بهار شد. بازم داریم خونه رو تعمیر میکنیم، ادامه میدیم چون نصفش انجام دیم رفتیم. و الان دیدیم که فایده نداره، باید هر چیز درست کنیم، نمیشه اینجوری، میشه نیست و آره. دوباره داریم خونه رو درست میکنیم. وقتی میره به دنیا اومد همه با هم گفتن که چه حسی میده که مثلا پدر شده، به آن اساس گفتن چه حسی میده که مادر شدی؟ هیچی. حس خاصی نمیده و مثل این میمونه که انگار یکی اومده مثلا یه بچه به ما داده گفته باید ازش نگهداری کنیم بزرگش کنیم. آره ما گفتیم باشه، واجبی باید این کار رو بکنیم، وظیفه‌مونه. آره و اصلا اینجوری نیست که خودمون رو مالکه شدیم، اینجوری فکر میکنیم که باید هم بزرگش کنیم، هرچی میتونیم بهش بدیم. آره عشق مخصوصا. آره عشق. ماشین کلا رفت زیر برف. از زمستون ماست برف ماده امسال برگرد و خلاصه وقتی میره بیدار بزرگ شد مثلا به 18 سال رسید دیگه کاملا آزادش میذاریم هر کاری میخواد بکنه تو زندگی. آره نه دین خاصی بهش میدیم نه سبک زندگی. آره نه میگیم که برو فلان دانشگاه فلان رشته بخون، هر چی خودش میخواد. حتی از نظر آسترولوژی توی نقشه شناسی نگاه کرده که اون چه استعدادایی داره و میخوایم سعی کنیم اون استعدادش رو رشد بدیم از همین الان. آره باید وظیفه ما اینه که بفهمیم چه استعدادی داره و کمکش کنیم و امکاناتش رو بهش بدیم که بتونه رشد کنه. آره. خب بازم تصمیم به خودشه. آره دیگه. میخواد این کار رو کنه. اما خودمون گیاهخواریم، حتی هم فکر کردیم که ما اونو مجبورش نمی‌کنیم گیاهخوار بشه. آره ما قشنگش توضیح میدیم. آره خودش رو انتخاب کنه. آره بعد تصمیم با خودشه. و توی ویدیوها نشونش نمیدیم چون که تا 7 سالگی بچه خیلی راحت از اطراف تاثیر میگیره، ولی انرژی روش تاثیر میذارن. چون که نمیخوایم میره توی ویدیو باشه، نمیخوایم نشونش بدیم، به خاطر همینم من موندم اصلا چی ویدیو بذارم. چون که ویدیو همیشه در زندگی خودمونه و به خاطر همین الان من نمیدونم ویدیو باید چی بذاریم واقعا. اگه قراره میره نباشه توی ویدیو پس چی زندگی خودت بخره، چیز دیگه هم داره به غیر از میره. الان که 24 ساعت زندگیم شده میره. آره. آره بچه داریم به سبک طبیعی میکنیم مثل همین چیز. آره مثلا چجوری این که 40 روز اول باید بچه کاملا با مادر باشه، همیشه تو بغل مادر باشه، تو آغوش مادر بخوابه و فقط در صورت مادر میتونه بچه رو بذاره پایین. موقع که میخواد دست جوان پایین نمیذاره، میده به کسی مثلا میده به پدر. البته ما همین چیز انجام ندادیم. ما همین چیز انجام ندادیم. 20 روز اول این سر بلد نبودیم، بعد رفتیم یه کلاسی ثبت نام کردیم، یه گروهیه که ماهانه پرداخت میکنیم اونجا و در مورد همه چیز در مورد بچه داری طبیعی میگن و خیلی هم خوب و واقعا هم تاثیر داشت. دیگه از پوشاکی یه بار مصرف استفاده نمی‌کنیم. نه. هم برای بچه خیلی بده. هم فرض شما باید با پوشاک همیشه 24 ساعت باشین یا 24 ساعت تا 12 ساعت. خیلی سبات میده. آره. بچه همینطور. دقیقا هم برای طبیعت دیگه هم آشغال تولید میکنه. آره برای ما پوشک چند بار مصرف داریم، جنسش کتونیه، هر روز میشوریم. خدا رو شکر باز شویه هست، آب هست، مشکل نداره با پوستن دیگه. چی؟ دیگه نه خیلی داره سوز میداد، برگرم بریم خونه. آره دیگه فیلم بسته. ویدیو بعدی شد بیشتر توضیح بدیم. آره بچه هم خوابه. خوابش برد؟ آره خوابید. چرا بادش نذاشتیم فکر کنم صدا ویدیو بعد شد. آره فهم بریم خونه، بعد ویدیو بعدی بیریم چه کنم کنیم. میرم سرس دفعه